خط خبرها. نزدیک شدن به لبه بحران کرونا. آمار مرگ در حال بلند رفتن است. بیشتر بیماران به اکسیژن نمی رسند. تو چیخ نزنی، قال مقال نکنی، دیگه نکنی که من ای تو میکنم یا او تو میکنم یا خودم میزنم میکنم. رویدادهایی که نسل کشی تعریف می شود. خلیلی هشدار می دهد به گزینه های دیگر رو می آورند. از اینجاست که مردم هزاره حاصله شد بس هم رسیدن. چشم قدرت های منطقه به پر کردن جای پای امریکاییان در افغانستان. این جنرال امریکایی می گوید پر کردن خلا کار آسان نیست. و محدودیت در مراسم حج امسال. تهدید کرونا در عربستان بر روی زائران حج را بست. سلام و وقت بخیر، من بهرام امان هستم. موردهای مرگ ناشی از بیماری کووید 19 با گذشت هر روز بیشتر می شود. در شبانه روز پسین 85 تن به دلیل آلوده شدن به ویروس کرونا جان باختند. شمار از بیمارداران می گویند که نمی توانند از بازار برای بیمارانشان اکسیژن بیابند. به همین دلیل میزان مرگ بالا رفته. اما وزارت صحت عامه این ادعا را رد می کند. این وزارت هرچند نمی گوید افغانستان روزانه به چه مقدار اکسیژن نیاز دارد، اما تاکید می کند که از 4 کشور درخواست کمک کردند و قرار است دو کشور همسایه به افغانستان اکسیژن کمک کند. گیتی رحیمی جزئیات می‌دهد. وضعیت این بانو بسیار وخیم است. 5 روز است که توانایی خوردن و نوشیدن را از دست داده است. با استفاده از اکسیژن مصنوعی زنده است. نزدیکانش میگویند پس از آن که به مراسم فاتحه یکی از جان باختگان ناشی از کووید 19 رفت، به ویروس کرونا آلوده شد. نه ورس پرون لخوا نن بیخی بتره ده بل لخوا پرون بیا بتره دسی سخت شپایتی را کړی دسی سخت شپایتی را کړی. 99% بیماران کرونایی در بیمارستان ها نیازمندی شدید به اکسیژن دارند. کمبود اکسیژن در بازار هم نگرانی ایجاد کرده است. افغانستان ظرفیت تولید نزدیک به 10,000 بالون اکسیژن در شبانه روز دارد. اینجا در بیمارستان محمد علی جناح در غرب کابل، بیمارداران میگویند که در یک شبانه روز گواه جان باختن 10 بیمار کووید 19 هم بودند. از ضعف مدیریتی و کمبود اکسیژن در این بیمارستان انتقاد میکنند. اکسیژن است، اکسیژن بعضی وقت اعلان میتن. تو چیخ نزنی، قال مقال نکنی، دیگه نکنی که من ای تو میکنم یا او تو میکنم یا خودم میزنم میکشم. مریض ما به حالت کما میره، کسی دقیقش نیست. میگویند در کنار اینکه این بیمارستان با کمبود شدید پزشک روبروست، بیشتر کارمندان بهداشتی این بیمارستان هم فنی نیستند. برای مردم میگم که مریض اگه جور بیارین اینجا دیگه جنازه شه پس میبرین. مدیریت هرگز نیست. اکسیژن هم است. اکسیژن اگر برای ده مریض خوب سایه ایلاک کنه اونم ده مریض خوب میشه. اینجا یک رقم است که مریض به واسطه میگیره اکسیژن برای 10 مریض نیاز است، برای 20 مریض میده. 20 مریض نیمه دم همه شم وضعیتش خراب میشه. خدا غش پک ورازو که ما وش مرل سلویق دانی جنازی لدی جنوی وردی. پس زر بیا یا سات کمول که دل. او آقا کسانی دل دا دوی قرارداد کری ول دی کرونا پا بخش که. سی آقا آل تا پیلی کلی و سی نرسنگ رحمت الله، نرسنگ نعمت الله. او آقوی تا بسی منگا نسخه به منگ تراک نو ویلی ورسی دوار آوری. سی دوا با مرتره اولا آقا با سی دی وقت پیچکاری و پراکی به استعمال اولا. حتی پا خپل نوم لیکلو با نپیده. بر بنیاد آمار رسمی، بیماران کووید 19 4 برابر بیشتر از بیماران دیگر اکسیژن استفاده می کنند. بیشترین مصرف هم که ما داریم اکسیژن است، چون این مریضا وقت زمان به اقامت کشانده میشه به شفاخانه میایند که نیازمندی اکسیژن داره. ما مریضایی که نیازمندی به اکسیژن نداره اما مصابیت به کووید 19 دارن، میفهمیم که شان درگیری مسئله نیست، اعراض علائم دیگه اش داره، از نظر تنفسی خیلی خوب است مریضا، باز ما اونا را در شفاخانه بستر نمیکنیم. وزارت صحت از میزان نیازمندی افغانستان با اکسیژن در شرایط کنونی آماری به دست نمی‌دهد، اما می‌گوید که از شماری از کشورها کمک درخواست کرده است. در یک شبانه روز و میزان اکسیژن ظرفیت تولید در افغانستان حدود 9 تا 10 هزار بالون است. بالونای 42 لیتره.
وابسته به میزان انتشار ویروس در کشور نیاز افزایش می‌یابد. با این همه روند گردش نو جهش یافته ویروس کرونا هنوز سیر سودی دارد. در شبانه روز گذشته 85 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند و 1597 تن تازه به این ویروس آلوده شدند. شمار کل بیماران کووید 19 به 91458 تن و از جان باختگان به 3612 تن رسیده است. با همین ترتیب وزارت صحت عامه گفته که قرار است تا سال 2022 60% جمعیت کشور واکسین کرونا دریافت کنند. برای این آمار وزارت صحت به 48 میلیون دوز واکسین نیاز دارد. اما پرسش اصلی این است که در کمتر از 7 ماه باقی مانده از سال روان میلادی 48 میلیون دوز واکسین را چگونه و از کدام کشور و شرکت دریافت میکند، در حالی که در جریان 4 ماه پسین که نخستین محموله ای از دوزهای واکسین کرونا از هند و چین به افغانستان رسید، بیش از 600 هزار تن واکسین دریافت کردند، یعنی کمتر از 2% جمعیت که باید واکسین شوند. بر بنیاد آمار رسمی، کابل در حال حاضر بلندترین آمار مرگ و میر و ناشی از ویروس کووید 19 را به خود اختصاص داده است. راه بیرون رفت از این بحران در حال حاضر رعایت توصیه های بهداشتی و نیز دریافت واکسین گفته می شود. به تازگی چین 700 هزار دوز واکسین ساینوفارم به افغانستان کمک کرده است. روند تزریق این واکسین دیروز آغاز شده. به شمول کابل و 13 ولایت دیگر هم دوزهای این واکسین را انتقال دادند. آسیب پذیرها در گام نخست این واکسین را دریافت می کنند. 700 هزار دوز بر ما آمده و برای هر شهروند دو دوز از این نیاز است، پس 350 هزار نفر را به صورت آماری، ولی براتون قبلا ذکر کردم که به اساس محاسبات سازمان صحی جهان 6 تا 10 فیصد زایات مد نظر گرفتن. وزارت صحت میگوید که تاکنون بیش از 600 هزار فرد ملکی واکسین دریافت کردند. شماری از آنان تنها یک دوز از کمک های هندوستان. برنامه وزارت صحت این است که در سال روان میلادی 60% جمعیت بالای 18 سال کشور واکسین دریافت کنند. اما آنچه که وزارت صحت میگوید، افغانستان به 48 میلیون دوز واکسین نیاز دارد که با این آمار 24 میلیون شهروند کشور باید واکسین دریافت کنند. هر شهروند دو دوز. رده اول کسایی هستند که سنشان بالاتر از 50 سال است، یعنی کسایی که زیاد در خطر ابتلا شدن به مرض کرونا قرار دارند، اینا باید اول بگیرند. کسایی هستند که بیماری های واگیر دیگه دارند، تکلیف قلبی دارند، شکر دارند، اینا باید اول بگیرند، چون ویروس کرونا بر از اینا در قدم اول زیادتر ضربه وارد کرده میتونه. با توجه به اینکه از سال روان میلادی کمتر از 7 ماه باقی مانده، آیا وزارت صحت می تواند در این مدت برای 60% جمعیت بالای 18 سال واکسین آماده کند؟ تسهیل کوواکس بر ما 16 میلیون دوز تعهد داشته، از 16 میلیون تا بالا 5 لک دوز شده داده، 5 لک دوز دیگر در آخر جولای بر ما وعده کرده و امیدوار هستیم که این سلسله ادامه پیدا کنه. حالا که 700 هزار دوز واکسین از سوی چین کمک شده، شماری از شهروندان نگرانند که این واکسین ها به گونه عادلانه به نیازمندان توزیع نمی شود. ما نگرانی زیاد داریم در این مورد، به خاطر که واکسین هایی که دوزهای واکسینی که از کشور چین وارد میشن، اینها اکثرا به اشخاص های زورمند، اشخاص هایی که پول دارن، زور دارن، واسطه دارن، برای آنها تطبیق میشن. از روحیه همین جامعه برداشت می شود که یعنی به مستحقین نمی رسد. اینا کسانی باز از استفاده میکنن که یا زورمند هستن یا ای که دستشون با مقامای بالا میرسه. نگرانی دیگری که این روزها میان برخی شهروندان کشور بالا گرفته این است که آنان دوز اول واکسین های کمک شده از هند را دریافت کردند. اما حالا بیش از 4 هفته از دریافت دوز نخست گذشته و روشن نیست که دوز دوم را چی زمانی دریافت میکنند. گذشته از این مورد، در سوی دیگر در پی افزایش رویدادهای انفجاری در منطقه بیشتر هزارنشین غرب کابل، محمد کریم خلیلی این رویدادها را نسل کشی هزاره ها می داند. رهبر حزب وحدت اسلامی همچنان تاکید می کند که تأمین امنیت مسئولیت سنگین حکومت است و هزاره ها را نباید ناگزیر سازند تا برای دفاع از حق خود گزینه های تازه را روی دست گیرند. دیروز غرب کابل گواه دو انفجار در موترهای شهری بود که مسئولیت آن را داعش بر دوش گرفت. میلاد سیار جزئیات می‌دهد. دود باروت و آتش انفجار آرامش را از غرب کابل آرام آرام ربوده. دیروز برچه کابل گواه دو انفجار بود. هر دو انفجار موترهای شهری را هدف گرفت
و در پی آن 7 تن جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شد. همه غیر نظامیان. با حد اندازه شوک دیدیم که اصلا این تصورش کردن نمیتونیم. شب خودم رفتیم پیش دکتر، گل شربت اعصاب، گلی اعصاب گرفتیم. لباس ما از اونجا لباس کار ما سوخته. بر بنیاد گزارش اسوسییتد پرس، داعش گفته این انفجارها کار این گروه است. محمد کریم خلیلی هم هشدار می‌دهد که رویدادهای پسین غرب کابل مصداق نسل‌کشی ازاره هاست. رهبر حزب وحدت اسلامی به نشانی حکومت پیام می‌فرستد که امنیت مسئولیت حکومت است و ازاره ها را ناگزیر نسازند تا برای دفاع از حق خود راه‌های تازه را تجربه کنند. در مدرسه، اگر در مسجد و اگر در آموزشگاه، اگر در کلب عروسی و همش به خاک خون کشش بر نام هزاره. چه معنا داره؟ چه تفسیر داره ای؟ جز این که مصداق جنوساید باشه و نسل کشی. از اینجاست که مردم هزاره حوصله‌اش به سر رسیده. پهلوهای درد آور رویدادهای دیروز را هنوز پایان نیست. فاطمه محمدی و طیبه موسوی، دو کارمند افغان فیلم، در میان جانباختگان این روی دادند. خانواده موسوی میگوید که بعد دلیل سوختگی زیاد نزدیک به 10 ساعت پس از رویداد با کمک طب عدلی توانستند پیکر طیبه را شناسایی کنند. اخیرا در غرب کابل ماین‌های تعبیه شده به گمان اغلب در ترکیب خود بیشتر مواد فسفر دارند که باعث سوختاندن شدید افراد و اجسام میگردد. و هیچ کس دادرسی نکردن. حالا من نمیفهمم که اینجا چی خبر است در این مملکت. دولتی وجود نداره. طیبه موسوی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد هنرها نیز بود. پیکر موسوی امروز در غرب کابل دفن خاک شد. طیبه موسوی زمانی که 11 سال داشت پدر خود را از دست داده بود. این آدم علمی، آدم پرتلاش، آدم بدون تعصب، آدمی که برای افغانستان عزت و اقتدار و سربلندی میخواست. این کسی بود که در سن 11 سالگی پدرش از دست داده بود. با چی زحمت مثلا در پانتون کابل قبول شد. الان داشت ماستری خیلی میگرفت، خودش هم در افغان فیلم مثلا اونجا کارمان افغان فیلم بود. در ادامه انتقادها از نامن شدن غرب کابل، وزارت داخله از ادامه بررسی‌ها سخن می‌زند. در هفته‌های پسین، با شمول رویدادهای دیروز، بیش از 7 موتر شهری در غرب کابل هدف انفجار قرار گرفته. انفجارهایی که بخش از موج تازه خشونت‌ها و تاکتیک جنگی در غرب کابل عنوان می‌شود. در جنای دیگر روسیه و قدرت‌های دیگر منطقه سعی خواهند کرد با خارج شدن کامل نیروها از افغانستان برای پر کردن آنچه خلا تصور می‌کنند وارد عمل شوند. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا می‌گوید هرچند تصور پر کردن خلا آسان است، اما به گفته فرانک مکنزی این کار دشوارتر از چیز است که تصور می‌شود. مکنزی همچنان گفته است که آمریکا دیگر به افغانستان نیروی نظامی نمی‌فرستد، اما اگر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نابود کردن هراس افغانان کم بیارند با کمک آنان میشتابند. بهاءالدین انصاری جزئیات میدهد. هشدار از مداخله قدرت‌های منطقه‌ای پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا میگوید روسیه و قدرت‌های دیگر منطقه تلاش خواهند کرد با خارج شدن کامل نیروها از افغانستان برای پر کردن آنچه خلا تصور میکنند وارد عمل شوند. اگر ما افغانستان را ترک کنیم، فکر میکنم روسیه و قدرت‌های دیگر منطقه تلاش خواهند کرد برای پر کردن آنچه خلا تصور میکنند وارد عمل شوند. هرچند ممکن است انجام این کار دشوارتر از آن چیز باشد که فکر میکنند. القاعده و دیگر گروه‌های هراس افغان تهدید دیگر است که مکنزی از احیای دوباره آنها پس از خروج هشدار میدهد. اما حکومت افغانستان میگوید همکاری شریکان راهبردی با افغانستان ادامه مییابد و هراس افغانان جهانی قادر به احیای دوباره نخواهند بود. حکومت افغانستان برای مبارزه با تروریسم بین المللی همکاری های خود را با شرکای استراتژیکش بر اساس توافقنامه های امنیتی و منافع مشترک ادامه خواهد داد. با این حال این جنرال 4 ستاره آمریکایی هرچند میگوید نظامیان کشورش دوباره به افغانستان بر نمیگردند، اما تاکید میکند که فشار بر القاعده و داعش ادامه مییابد و در صورت ناتوانی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نابود کردن این گروه ها به کمک آنها خواهند شتافت.
تلاش های جامعه جهانی و همین گونه هند بر صلح و پایان جنگ در افغانستان متمرکز است. دیده شود در نتیجه این تلاش در نهایت وضعیت در افغانستان چه می شود و چگونه یک دولت در این کشور ایجاد می شود. باید منتظر ماند، اما باورم این است که جنگ در این کشور باید از طریق سیاسی حل شود. بحث احتمال حضور بخش از نیروها پس از کامل شدن روند خروج نظامیان از افغانستان در ماه سپتامبر از روزها بدین سو داغ است. دبیرکل ناتو اخیراً گفت که فرودگاه هوایی کابل و زیرساخت‌های حیاتی دیگر برای جامعه جهانی مهم است. یانس استولتنبرگ تاکید کرد که زیرساخت‌ها به حضور دیپلماتیک تمامی کشورها در افغانستان و نیز برای انتقال کمک‌های توسعه‌ای اهمیت دارد. تشویش کلان ناتو از یک کودتای داخلی در افغانستان و گرفتن قدرت توسط گروه های سیاسی ملیشه‌ای در افغانستان است که اینا میخواین نیروهای نظامی ناتو در جایی که نهادهای دیپلماتیک است، سفارتخانه ها و کنسولگری ها در افغانستان، اونجا او شهرها و پایگاه های هوایی باید حفاظت شود تا خروج مسئولانه نیروهای دیپلماتیک از اینا از افغانستان میسر باشد. هرچند ترکیه به گرفتن مسئولیت امنیتی فرودگاه کابل پس از رایزنی با ناتو ابراز آمادگی کرده، اما طالبان اخیراً اعلام کردند که حضور نیروهای خارجی آن هم در چوکات ناتو در افغانستان به هر بهانه پذیرفتنی نیست. سفیر پیشین کانادا در افغانستان گفته تا زمانی که به جنگ نیابتی پاکستان پایان داده نشود صلح در افغانستان تامین نخواهد شد. کریس الکساندر در رشته توییت‌های گفته است که دیپلمات‌ها و سیاستگران در همه جا روی همین مسئله تمرکز داشته باشند، زیرا جنگ نیابتی پاکستان مانع اصلی صلح است. همزمان مارشال عبدالرشید دوستم که عملاً در جنگ با طالبان است میگوید که جنگ در شمال افغانستان از سوی جنرالان پاکستانی رهبری می‌شود. جواد تیموری جزئیات می‌دهد. جنگ نیابتی یعنی جنگ برای تأمین منافع راهبردی کشورها، اما در سرزمین بیگانه توسط نیروهای بیگانه. افغانستان یکی از این کشورهاست که گواه جنگ تعریف نشده اما مرگبار است. چنانچه مارشال دوستم از حضور جنرالان پاکستان در جنگ شمال پرده برمی دارد. اونم اینجا پاکستانی هم بودم، همه اگه آیس های نفر آیش از پلان ها را بسار همه تا رو دور رو در بچه ها گفتیم این طالب از چیش نیست این کار را خود میکنه، در وقتش خوب جنرال های خوب مراز بلد جنگدگی هست در بین از اینا. جنگ نیابتی در افغانستان نزد دیپلمات های غربی هم پوشیده نیست، آنگونه که سفیر پیشین کانادا در افغانستان در رشته تیویت هایی میگوید که جنگ نیابتی پاکستان مانع صلح در افغانستان است. او این پرسش را مطرح کرده است که برای پایان دادن جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان متحدان ناتو چه زمان تحریم های لازم را اعمال می کنند. به گفته این دیپلمات غربی، ناتو از سال 2014 هیچ عملیاتی در برابر کسانی که به نیابت از پاکستان در افغانستان می جنگند راه اندازی نکرده، در حالی که کنون نظامیان افغانستان در برابر آنها در سراسر افغانستان می جنگند. کلید صلح افغانستان در اسلام آباد یا بخش در اسلام آباد به خاطر رسیدن به یک صلح باید ابتدا به یک توافق منطقه‌ای برسیم. نقش تاثیرگذاری منطقه‌ای افغانستان بیشتر از دیگر عناصر در شدت جنگ، کاهش جنگ یا رسیدن به صلح باشد. شماری از نمایندگان مردم در مجلس هم نقش کشورهای همچون پاکستان، هند و ایران را در جنگ افغانستان برجسته می‌دانند. نقش کشورهای همسایه ما از جمله کشور پاکستان، هند، ایران، اینا در دوام جنگ افغانستان بسیار برجسته است. دولت افغانستان و شماری از مقام‌های آمریکایی بارها بر پشتیبانی پاکستان از طالبان سخن گفتند، اما اسلام آباد همواره پشتیبانی نظامی و حتی سیاسی از طالبان را رد کرده است.
همین گونه در ولایت زابل طالبان ادعا دارند که ولسوالی ارغنداب این ولایت را تصرف کردند، اما مقام های ارتش در قول اردوی 205 اتل در جنوب کشور با رد این ادعا گفتند که با مشورت مردم تنها موقعیت این ولسوالی را از مکان پیشین تغییر دادند. در شمال نیز نبردها در ولسوالی شولگره بلخ شدت گرفته است و منبعه های محلی به تلویزیون یک گفتند که چندین پاسگاه سقوط کرده، اما وزارت دفاع ملی میگوید که در یک شبانه روز گذشته 181 جنگجوی طالب کشته شدند. دوی میشت لمخ دولسوالی مکر یا دولسوالی مکام سقوط وکیو دو اردوی ملی کندکت انتقال شو. دو اردوی ملی کندک هم تیرش پا تکتیکی شاتاگ وکی او دولسوالی تخلیک دولسوالی دا طالبانو لاست ولویده. چند خبر کوتاه از جهان. عربستان سعودی اعلام کرده که به دلیل ادامه همگیری ویروس کرونا مراسم حج امسال به شهروندان و ساکنان این کشور محدود خواهد شد. وزارت حج و عمره عربستان گفته است حد اکثر به 60,000 نفر اجازه حضور در حج را می دهد. به گفته این وزارتخانه تنها افراد 18 تا 65 سال که واکسین شده باشند و بیماری های مزمن نداشته باشند می توانند در مراسم حج امسال شرکت کنند. سال گذشته با شیوع ویروس کرونا عربستان حضور حجاج خارجی را ممنوع کرد و تنها به تعداد محدود در داخل عربستان اجازه داد تا مناسک سالیانه حج را به جا بیاورند. به گونه معمول و پیش از شیوع کرونا همه ساله بیش از 2 میلیون زائر مسلمان از سراسر جهان در مراسم حج شرکت می کردند. چین به رهبران کشورهای گروه 7 هشدار داده زمان آن که گروه کوچکی از کشورها درباره سرنوشت جهان تصمیم گیری کنند گذشته است. این اظهارات توسط سفارت چین در لندن پس از آن بیان شده که کشورهای گروه 7 در تلاشند تا موضع واحد در مورد چین اتخاذ کنند. ظهور مجدد چین به عنوان یک قدرت جهانی پیشرو در کنار سقوط اتحاد جماهیر شوروی در دهه 90 به جنگ سرد پایان داد، اما توسعه رو به رشد چین در زمینه‌های نظامی و اقتصادی و تکنولوژی باعث نگرانی آمریکا و متحدینش است. چین میلیاردها دلار در سراسر جهان در زمینه عملی کردن ابتکار کمربند و راه سرمایه گذاری کرده است. چین می‌خواهد با تطبیق این برنامه 2/3 جمعیت جهان در 70 کشور را از طریق شبکه از خطوط زمینی و مسیرهای دریایی با هم متصل کند. دور ششم مذاکرات ایران و گروه کشورهای یک جمع 4 در چهارچوب کمیسیون مشترک برجام به همراه آمریکا در وین آغاز شد. این گفتگوها قرار است بار دیگر به موضوعات مورد اختلاف ایران، آمریکا و غرب بر سر احیای برجام بپردازد. با آنکه 6 دور از مذاکرات می‌گذرد، اما رئیس هیئت مذاکره کننده ایران می‌گوید بعید می‌داند مذاکرات تا پایان هفته به نتیجه برسد. عباس رخچی گفته است ابتدا باید آمریکا تحریم ها را بردارد و ایران بعد از راستی آزمایی اقدامات آمریکا تعهدات خود را اجرایی خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه واگذاری قدرت به یک دولت تازه ائتلافی انتظار می رود پارلمان اسرائیل به زودی تشکیل این دولت را تایید کند. دولت آینده اسرائیل که ائتلاف بی سابقه از حزب‌های مختلف است فقط با یک کرسی در اکثریت قرار می گیرد. نفتالی بنت رهبر حزب راست افراطی در توافق برای تقسیم قدرت با یک رهبر میانه‌گرا به نخست وزیری خواهد رسید. بر اساس این توافق آقای بنت تا 2 سال آینده در قدرت خواهد بود و بعد از آن یائیر لپید رهبر حزب راست میانه برای 2 سال به نخست وزیری می رسد. نتانیاهو رهبری حزب راستگرای لیکود را حفظ می کند و بر رهبر اپوزیسیون بدل می شود. تازه های ورزش با ادریس فاروقی. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال بانوان افغانستان در برابر تاجیکستان به پیروزی دست یافت. ملی پوشان افغانستان در دومین بازی از رقابت‌های مرکز آسیا شب گذشته در برابر تاجیکستان به میدان رفتند که این بازی را 1-0 به سود خودشان به پایان رساندند. افغانستان در بازی نخست در برابر ازبکستان 11-0 تن به شکست داده بود. قرار است ملی پوشان کشور فردا در سومین بازی در برابر ایران که مدعی عنوان قهرمانی است به میدان بروند. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ولایت قندوز امروز آغاز شد. در این پیکارها 6 تیم اشتراک کردند که برای 10 روز ادامه خواهد داشت. این مسابقات به گونه لیگ راه اندازی شده که در آن تیم‌های دانشگاه سید جان، دانشگاه قندوز، جوانان عقاب، میوند، امید قندوز و واحدی اشتراک کردند. با سرعت بالایی که دارم در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های اروپا 3 بازی برگزار شد.
از گروه A تیم های سوئیس و ولز به مساف هم رفتند که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید و دو تیم امتیازها را مساویانه تقسیم کردند. از گروه بی دو بازی برگزار شد. فنلاند و دنمارک در برابر هم به میدان رفتند. این بازی 1-0 به سود فنلاند به پایان رسید. کریستین اریکسون چی شد اریکسون؟ حالتش خوب نیست. اما اتفاق شوک‌آور این بود که کریستین اریکسن در دقیقه‌های پایانی نیمه نخست بیهوش و از میدان خارج شد. گفته می‌شود که دچار ایست قلبی شده بود و حالا وضعیتش بهبود یافته است. یک موقعیت لوکاکو و گل. در دیگر دیدار تیم‌های روسیه و بلژیم از گروه بی در ورزشگاه سن پیترزبورگ با هم مساف کردند. این بازی 3-0 به سود بلژیم به پایان رسید و روسیه نخستین شکستش را در خانه تجربه کرد. در بازی امروز از گروه دی انگلستان با کرواسیا، از گروه سی اتریش با مقدونیا و هالند با اوکراین به میدان می‌روند. با این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.